از زامبی تا دایناسور. بله درست حد زدید، نوبتی هم باشه وقت بزرگترین نمایشگاه بازی دنیاست، E3. کریستو هنرمندی که به خاطر پروژه‌های بزرگ و بلند پروازانش مشهوره. این اثر هنری به نام مصطبه رو با 7506 بشکه نفت توی دریاچه هایت پاک لندن درست و شناور کرده. این اثر هنری حالا به لطف واقعیت مجازی از هر جای دنیا قابل تجربه کردنه. در یکی از برنامه‌های بعدی مفصل بهش خواهم پرداخت. همونطور که هفته قبل دیدید بیش از 60,000 نفر تشنه گیم رفتن به کانونشن سنتر در لس آنجلس تا جلو جلو ببینن که چه بازیایی قراره به بازار بیاد و تجربهش کنند. واقعیت مجازی که یک کمی از دور خارج شده بود به نظر میاد که دوباره جون گرفته. ما علیرضا واسفی همکارمون رو فرستادیم اونجا تا به نیابت از ما و شما بازی کنه و از تجربهش بگه. خیلی از خورهای گیم منتظر اومدن این بازی بودن. کال اف دیوتی بلک اپس 4، یکی از بزرگترین قرفه‌های ای‌تری، قرفه اکتیویژن بود. بعد از این همه شور و شوق و انتظار یهو یخ کردم، چون حداقل اون قسمتی که ما بازی کردیم هیچ چیز جدیدی نداشت و تقریبا جذاب نبود. اصلا منصفانه نیست، همه‌شون در حد هیولان. اون تیم 50-9 داریم می‌بازیم. Enemy strike team deployed. البته چند تا مود یا بخش جدید مثل زامبی و بتل رویال هم بهش اضافه کردن. در بتل رویال مأموریت شما اینه که همه رو بکشید و فقط خودتون زنده بمونید. راحت سر می‌خسارید به دیوار دیگه، نمی‌تونیم فعلا روی دیوار بدوییم. بازی یک کم کنتر شده. شرکت سازندش اکتیویژن هم اعلام کرده بود که این بار به جای بازی سرعتی میخوان بازیکنها رو مجبور کنن که یک کم از تکنیک و همکاری تیمی استفاده کنن. این بازی رو میتونیم 12 اکتبر روی PC، پلی‌استیشن و ایکس باکس بازی کنیم. بازی بزرگ بعدی که خیلی ها انتظارش رو میکشیدن بتلفیلد 5 بود. نفسگیر، پر از خون و آدرنالین و نبردهایی که میتونید با بازیکنهای دیگه بجنگید. بتلفیلد این بار بازیکناشو میبره توی سنگرهای جنگ جهانی دوم. این بازی هم مثل خیلی از بازیهای دیگه که قراره در ماهای آینده ببینیم، مود یا بخش بتل رویال رو اضافه کرده. اینم 3 بازی دیگه‌ای که امسال توی ای‌3 سر صدا کردن. دوم اترنال. خشنی که باید توی جهنم یک عالمه اهریمن رو دیکه دیکه کنی. فالات 76. در حالی که هنوز بحث روز قیامت بین علما و فقها داغه، بازی از فردای روزی شروع میشه که دنیا به فنا میره و بازی اکشن تیراندازی محبوب دیویژن 2. این بازی ها یه ویژگی مشترک دارن، اونم اینه که همه دنباله های داستانه قبلیشونن. حسن بازی دنباله دار اینه که از اول میدونی یه تعداد مخاطب از بازی قبلی داری. بازی جدید ساختن خیلی پول میخواد، میلیون ها پوند هزینه داره، بنابراین معقول تره که همون چیزی رو که ساختی و جا افتاده و طرفدار داره ادامه بدی. اینجوری سلاح ها رو داری، شخصیت ها رو داری، همه چی آشناست و خب مخاطب چیزهای آشنا رو ترجیح میده. برخلاف اون چیزی که خیلی از گیمرها مخصوصا اون خوره های دستینی 1 تو کلشون بود، دستینی 2 خیلی ایراد داشت. این بار اکتیویژن یه DLC به این بازی اضافه کرده، یه بخش جدیدی به اسم دستینی 2 فورسیکن. امیدواره بتونه طرفدارای کشته مردشو که از دستینی 1 باهاش بودن دوباره برگرده. گمبیتو دارم بازی میکنم، مود جدیدی که PvE و PvP با هم دیگه ادغام شدن. کاراکترم تایتان لایت 400 اومده بالا، همینطور که میبینی
اسلحه های جدید آمده با پرک های متغیر جدید. خیلی هیجان انگیزه. چه گست باحالی. Dominate the enemies. Deny your opponent. Destroy the primeval. This is Gambit. زمان محدود بهتون میده و اگر نتونید کسی رو بکشید براتون میگردونه دوباره توی مپ خودتون. اصولا اینجوری هستش که این توکن ها رو جمع میکنید که بتونید برید و وارد مپ اونا بشید و اونا رو بکشید. این DLC 4 سپتامبر برای PS4, PC و Xbox One به بازار میاد. خیلی ها میگن VR دیگه قدیمی شد و بازی باحال دیگه براش تولید نمیشه، ولی به لطف کلی آدم خلاقی که توی این حوزه دارن کار میکنن ما هنوز منتظر یه عالمه بازی باحال توی این حوزه هستیم. کلی بازی واقعیت مجازی آورده بودن که این یکیش خیلی باحال بود، به خصوص که پشتش هم یکی از بازیگرهای معروف هالیووده. الیا وود بازیگر نقش فرودو تو ارباب حلقه هاست. آقای وود سال 2010 یه شرکت تأسیس کرد که فیلم‌های ترسناک می‌سازه. از جمله فیلم معروف دختری که شب تنها به خانه می‌رود. حالا شرکت آقای وود با همکاری شرکت یوبیسافت یک بازی ترسناک برای VR ساخته که کاملاً ذهن و روان آدمو درگیر می‌کنه. اسمش هست ترانسفرنس یا انتقال. ابزار کار یکیه، صدا، موسیقی و سکوت. همه این عناصر رو در واقعیت مجازی هم میشه به کار گرفت که احساسات مخاطب برانگیخته بشه، با این تفاوت که اینجا شما داخل داستانی. یه محصول واقعیت مجازی دیگه آرکاست پس بود. توی این بازی باید این کره رو توی این راه پرپیچ و خم جلو ببری. فرقش با بازی‌های مشابه این اینه که کره رو به جای دستت باید با سرت هدایت کنی. راه هوشمندانه ایه. برای اینکه با اینکه VR اگه کنترل دستت باشه که دستت رو نمیبینی. یه نکته ای که این بازی نشون میده اینه که تولید کننده ها دارن راه های مختلفی را امتحان میکنن تا با فناوری های موجود از واقعیت مجازی بهترین استفاده رو بکنن. طبیعتاً تیمی که این بازی رو ساخته قبول نداره دوران اوج VR یا واقعیت مجازی گذشته. الان در موج دوم یا سوم واقعیت مجازی هستیم. کارها داره پیچیده تر میشه. این بالا و پایین ها در هر فناوری جدیدی هست. ولی اگه 10 سال گذشته رو نگاه کنیم به نظر من یه مدت عالی بود، بعد افت کرد، بعد یکم دل سرد شدیم، ولی دوباره داریم اوج میگیریم. در عالم بازی های کامپیوتری که بازی ها یا سریالی هن یا کپی از روی هم دیگه، هنوز هم اگه خوب بگردید بازی های درخشان و بدی پیدا میشه. دو تا از بزرگترین اتفاقات نمایشگاه ایتری برنامه‌های رونمایی پرزرق و برق مایکروسافت و سونی بود. علیرضا جالب‌ترین و مهم‌ترین نکات هر کدوم رو براتون گزارش می‌کنه. یکی از پربارترین و پرخبرترین کنفرانس‌های خبری ایکس‌باکس دو سال‌های اخیر. چند فریم کوتاه از این کلاه کافی بود تا مخاطبا رو میخکوب کنه. ایکس‌باکس تمام تلاشش رو کرد که جز این چند ثانیه تبلیغ چیزی از بازی رو لو نده. فقط میدونیم که تو این قسمت ماستر چیف به بازی برمیگرده. We will join Master Chief on his greatest adventure yet to save humanity. ایکس‌باکس 50 تا بازی اعلام کرد در ژانرهای مختلف برای سلیقه‌های مختلف. با چی حال می‌کنی؟ بکش بکش. گاز دادن، لایک کشیدن، معما حل کردن، مخفی کاری و نینجا بازی، بزن بزن، اکشن با موجودات فضایی. برای همتون حداقل یه انتخاب وجود داره. نسخه های جدید از بازی های معروف هم که خیلی ها منتظرش بودن کلی هیجان رو به ای3 امسال آورد. مثل دیویل مکرای 5 و داینگ لایت 2. اما تنها بازی اختصاصی ایکس‌باکس که تا آخر 2018 یعنی همون اوایل زمستون خودمون به بازار میاد بازی مسابقه اتومبیل رانی فورزا است. با فورزا این بار قراره تو جاده‌های بریتانیا و در فصل‌های مختلف برونیم. البته به نظر من هوا رو خیلی بهتر از واقعیت نشون دادن. یکی از بازی‌هایی که توی این کنفرانس کلی براش کف و سود زدن گیرز 5 بود که این بار شخصیت اصلیش این خانومه.
یه دلیلی که از بازی‌های کامپیوتری خیلی خوشم میاد اینه که جهان شموله، سن و جنسیت و جغرافیا نمیشناسه، آدم‌ها رو به هم نزدیک میکنه. یه بخشش آدمایین که بازی میکنن، منظورم مخاطبا و طرفدارای بازیه، ولی یه بخشم شخصیت‌های داستانه که مخاطب باهاشون بازی میکنه. گاهی میتونه اون شخصیت رو اونجور که میخواد تعیین کنه، گاهی هم شخصیتی که ما به داستان اضافه میکنیم، مثل همین قهرمان زن داستان. مایکروسافت توی دنیای کنسولا داره میدوه تا بتونه به PS4 برسه. منتقدا میگن بازی رو 1-2 باخته، اگرچه آمارای فروش اینو ثابت نمیکنن. ولی آیا با محصولاتی که امسال مایکروسافت توی E3 معرفی کرد میتونه ورق رو به نفع خودش برگردونه یا حداقل فاصله رو کم کنه؟ ساخت بازی هایی که فقط میشه روی Xbox بازیشون کرد میتونه فاصله Xbox و PlayStation رو کمتر کنه. مایکروسافت اعلام کرد که 5 شرکت سازنده بازی رو خریده برای اینکه بتونن ایده های جدید بیارن و بازی های جدید بسازن. و بالاخره بازی که 6 سال خیلی ها منتظرش بودن، سایبرپانک 2077. سازنده های ویچر این بار هم یه شاهکار دیگر خلق کردن، بازی RPG که تقریبا چشم همه خورهای گیم توی E3 بهش بود. سایبرپانک 2077 بازی پر رنگ و لعاب هیجان انگیزیه که به نظر من بی نظیره، اما هنوز اعلام نکردن دستمون که بهش میرسه. مایکروسافت امسال خیلی روی گیم پاس مانور داد. گیم پاس تقریبا مثل PS Plus برای پلی‌استیشنه. یه سرویسیه که اگه آبونمان باشید از لیست بازی هایی که ماهیانه به اونا اضافه هم میشه میتونید استفاده کنید. یه تخفیف ویژه هم روی بعضی از بازی‌ها میده. مایکروسافت با یه نگاهی به آینده فیلم و موسیقی احتمالاً میخواد یه چیزی مثل نتفلیکس در دنیای گیم درست کنه، جایی که با پرداخت پول کمی هر ماه بشه تعداد زیادی گیم بازی کرد. خبر خوب اینجاست که خیلی از بازی‌های بزرگ و مهم مستقیم میرن روی این پلتفرم، از جمله فورزا هورایزن 4 و کرکدان 3. کنفرانس خبری سونی، فضایی متفاوت از سالهای قبل. امسال سونی تلاش کرده بود که مخاطباشو با خودش به فضای بازیهاش ببره. اولش حال و هوای سالن عاشقانه بود و هزار رو به فضای رمانتیک لست‌آواس 2 برد. همه چیز با یک بوسه شروع شد. کاراکتر اصلی بازی الی یک شخصیت تازه وارد به اسم دینا رو میبوسه، بوسه ای که سالن کنفرانس سونی رو برد روی هوا. اما این حال و هوای رمانتیک خیلی در روز نیاورد. پخش چند دقیقه از گیم پلی بازی کافی بود که بفهمی لست‌آواز 2 خیلی خشن‌تر از قسمت اولشه، اما در این حال واکنش ها و حرکت ها و نبرد ها خیلی روان‌تر شدن. لست‌آواز 2 دنیایی رو به تصویر میکشه که زامبی ها بهش هجوم آوردن و الی باید باهاشون بجنگه، اما سونی هنوز تاریخ انتشارش رو اعلام نکرد. خیلی هم منتظر این بازی بودن، Dead Stranding، بازی جدید کارگردان مشهور هیدو کوجیما، مغز متفکر پشت مجموعه های بازی های متال گیر سالید. اومدن چند تا هنرپیشه معروف توی این بازی مثل نورمن ریداس که خیلی ها از سریال واکینگ دد میشناسنش و لی سیداکس احتمال موفقیت این بازی رو بیشتر میکنه. با اینکه Death Stranding از نظر بصری فوق‌العاده است، اما من که نفهمیدم دقیقاً راجع به چیه. خیلی‌های دیگه هم توی ایتری مثل من بودن. Death Stranding یحتمل 2019 به بازار میاد. بله، اسپایدرمن، بازی که انقدر منتظرش بودیم تا یه چیزی ازش ببینیم. تا سپتامبر 2018 که به بازار میاد، فرصتیه که یه ذره از گیم پلیش بیشتر بفهمیم. یکی دیگه از بازی‌هایی که برای پلی‌استیشن معرفی کردن، اسپایدرمن بود. طبق معمول از این طرف به اون طرف میپره و پشتک میزنه. خیلی بازی سختیه برای بازی کردن، خیلی سریعه. حتی برای اینکه بتونی بپری رو هوا، برای خودت بچرخی روی این تارن کبوتات بری، اصلاً کار راحتی نیست. ضربه زدن‌ها خیلی سریعه و سخته. یک کم که بازی می‌کنی، یه ذره برات کار راحت‌تر میشه. بعد تازه جذابیت‌های همه پرش و روی دیوار را رفتن و توی خیابون برای خودت پرواز کردن رو میتونی حس بکنی.
قضیه هم از این قراره که یه عالمه تبهکار از زندان فرار کردن، اسپایدرمن هم که منجی نیویورکه و میخواد که شهر رو نجات بده. مکانیک بازی نه تنها پیچیده نیست که خیلی ساده است، ولی اکشنش انقدر جذابه که شما رو میخکوب خودش میکنه. نبردهای این بازی حالا از مشت زدن و پریدن و لگد زدن بگیر تا پیچیده ترین حرکات آکروباتیک، حتی بروسلی رو هم به سرگیجه میندازه، چه برسه به من. فضای حرکتی این بازی خیلی بزرگه، به خاطر اینکه اسپایدرمن با تارانکبوتای معروفش هر جا میخواد بره. دشمنای اصلیش یا به قول خودمونی تر بازهای بازی هم 6 تا هیولا. قرار بازی اسپایدرمن امسال به بازار بیاد. بازی گستاف سوشیما داستان آخرین سامورایی جزیره سوشیما است، از اولین روز حمله مغول‌ها به ژاپن. کاراکتر شما باید به استادی فن جدیدی در مبارزه برسه که بتونه نیروهای مغول رو شکست بده و در نهایت ژاپن رو آزاد کنه. مناظر چشم نواز و گسترده هستند و سیستم بازی اوپن ورلد و سوم شخصه. بازی خیلی شبیه نیوه، با این تفاوت که توی گستاف سوشیما هیچ راهنمایی وجود نداره که راه رسیدن به مأموریت رو بهتون نشون بده، و همینطور توی این بازی دوربین نمای نزدیکتری از کاراکتر رو نشون میده. جزئیات کاراکتر و حرکاتش خیلی زیاده، چه وقتی که باید رو در رو بجنگی، چه وقتی که مثل یک روح باید مخفیانه به دشمن نزدیک بشی و از پادرش بیاری. کنفرانس خبری سونی با معرفی این بازی تموم شد. Resident Evil 2، اینم از همون بازی های دهه 90 که دوباره برای PS4 بازسازی شده. گیمپلی اکشن و ترسناک این بازی مثل قسمت اوله. اساس بازی بر اساس حل معماهاست و پیدا کردن اشیا و از بین بردن دشمن. گرچه از کنترل توی این بازی و دوبله صداها و فهرست ابزارش انتقادهایی هم شده، اما Resident Evil 2 در لیست بهترین های خیلی از منتقدها دیده میشه. سونی یه چشمه ای از بازی به اسم کنترل رو هم نشون داد که توش انگار از جاذبه زمین خبری نیست. طراح بازی شرکت های رمدی و گیمز 505 هستند. سونی فعلا کنسول پیشتاز دنیای گیمه و امیدواره با این بازی های جدید و لیست بلند بالای گیم های انحصاریش همچنان بتونه دست بالا رو نگه داره. این هفته شرکت ادوبی خبر داد که داره روی یک سیستم هوش مصنوعی کار میکنه که میتونه تصاویر دستکاری شده رو تشخیص بده. سینگلز چارتس یا جدول رده‌بندی موسیقی در بریتانیا اعلام کرد که از این به بعد برای نخستین بار تعداد تماشای ویدیوهای رسمی منتشر شده در یوتیوب، اپل میوزیک و اسپاتیفای رو هم در محاسباتش لحاظ میکنه. و فیسبوک برنامهش برای ارائه اینترنت از طریق پهپاد رو متوقف کرد. ظاهراً پهپادهای فیسبوک نتونستن به طور متداوم و در زمان طولانی پرواز کنند. این پروژه سال 2014 به همگان معرفی شده بود. آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا یا دارپا از یک وسیله نقلیه رزمی جدید رونمایی کرده که روی یک چرخ کاملا متفاوت سواره. دارپا ادعا کرده که این چرخ‌ها به بهبود تحرک و مانورپذیری خود رو منجر میشن. و در نهایت اگه شما عاشق پیتزای سنتی هستید، شاید بد نباشه چند ثانیه چشماتون رو ببندید. این ربات پیتزا پس میتونه سس گوجه فرنگی رو روی خمیر بماله، پیتزا رو توی فر بذاره یا حتی اونو براتون ببره. شرکت سازنده این ربات میگه هرچند که سریعتر از انسان کار نمیکنه، ولی میتونه با درست کردن همزمان چند پیتزا کارآمدتر باشه. نینتندو در اوج محبوبیتش تو ایتری امسال بیشتر از 20 تا بازی رونمایی کرد که طرفداراشو تو 4 فصل آینده حسابی مشغول میکنه. سه بازی اصلی در ایتری اعلام کردیم. سوپر ماریو پارتی که ماه اکتبر میاد، بازی جدید پوکمون که انحصاری نینتندوه و آخرای نوامبر میاد، و همینطور هیجان برای اومدن سوپر اسمش بروز آلتیمت خیلی زیاده و هدفمون اینه با عرضه این محصولات در بازار شرایط خوبمون رو همچنان حفظ کنیم. بین همه این بازی‌ها سوپر اسمش بروز آلتیمت جوری ترکون که صداشو توی همه ایتری میشد شنید.
این یه بازیه که 60 تا کاراکتر داره، تقریبا از هر بازی توش آوردن. خیلی بازی باحال و پرهیجانیه. فقط از من میشنوید اصلا روی سخت‌ترین حالتش نذارید که پدرتون در بیارید. همه شخصیت‌های محبوب نینتندو دور هم دیگه جمع شدن. ماریو، پیکاچو، سونیک، مگامن، پکمن، هر کدوم توانایی‌ها و فن‌های مخصوص خودشونو دارن که توی بازی‌های بزن بزن معمول پیدا نمیشه. باید در حال جنگیدن روی پلتفرم هم بمونی. آخر پاییز امسال به بازار میاد. پوکیمونی که تبش یک سال پیش خیلی داغ بود، حالا میتونید با نینتندو سویچ هم بازیش کنید. اسمش هست پوکیمون لیتس گو پیکاچو اند ایو، که احتمالاً من و شما بهش میگیم پوکیمون سویچ. این نسخه با نسخه پوکیمون گو خیلی فرق میکنه. به جای اینکه محیط بازیتون یه نقشه باشه و یه کاراکتر کوچولو دنبال یه سری مارک بره، الان یه کاراکتر دارید که توی یک دنیای بازی مثل خیلی از بازی‌های دیگه است. یه وسیله جدید هم طراحی کردن که مثل توپ پوکمون میمونه و با بند به دستتون وصل میشه. شاید موقع پرتاب توپ با اون وسیله کنترل بیشتری برای نشونه‌گیری داشته باشی یا حس بهتری داشته باشی وقتی داری بازی میکنی. با دوستاتون هم همزمان میتونید بازی کنید. البته خیلی دلتون صابون نزنید. این بازی تا سال 2019 به بازار نمیاد. بازی دیگه‌ای که معروف شده ماریو تنیس ایسس هستش، که توش با همه کاراکترهای سوپر ماریو میتونید تنیس بازی کنید. یکی از چیزهای جدید بخش داستانی هستش که بهش اضافه شده، اما بیشتر شبیه ویدیوی آموزشی تا داستان ماجراجویانه و جذاب. ماریو میره به چند کشور مختلف و یه سرکشی به زمینهای تنیس منحصر به فرد هر کدوم میندازه. راکت تنیس و سنگهای قیمتی جزء جایزه‌های این بازیه که در واقع حکم خون رو دارن. خوبیش اینه که به بازار اومده و میتونید امتحانش کنید. تکنیک های جدید ضربه به توپ و فوت و فن های جدید هم بهش اضافه شده. امکان دائمی بازی در تورنمنت هم توش هست. درسته که رافائل نادال تو اکثر ویدیوهایی که از این بازی اومده هست، اما گول نخورید، قرار نیست با اون بازی کنید، فقط یه کار تبلیغاتیه. اگه خیلی ورزشکار نیستید ولی ورزش دوست دارید، از این بازی خوشتون میاد. Starlink Battle for Atlas خیلی شبیه بازی نومن اسکایه. یه کهکشانه با یه عالمه سیاره داخلش که هر کدومش پر ماموریته. برای اینکه اون سیاره ها رو نجات بدید باید برید اون ماموریت ها رو انجام. این کهکشان و بازی به سبک اوپن ورلده. تو هر سیاره یه عالم موجود فضایی جدید میبینی که باید با بعضیشون متحد بشی و اونا رو به لشکرت اضافه بکنی، و این انتخاب گیم پلی رو عوض میکنه. از بازی های یوبیسافته و سبکش بازی اکشن ماجراجویان است. این بازی ماه اکتبر به بازار میاد. یکی دیگه از بازی های نینتندو فورتنایت بتل رویال بود که الان هم میتونید بازیش کنید. طبق معمول رایگان. فورتنایت الان محبوب ترین بازی صنعت گیمه و نینتندو سویچ محبوب ترین کنسول. بنابراین گذاشتن این دو کنار هم برای ما فرصتی خارق العاده به وجود میاره. تقریبا فیفا بی برو برگرد هر سال از محبوب ترین بازی های سال میشه. امسال هم که دیگه سال جام جهانیه و دیگه ردخور نداره. فیفا 19 نینتندو مهر ماه امسال به بازار میاد. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick و از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.